سلام دوستان، وقتتون بخیر. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز میخوام یه شیرنی معروف و خوشمزه رو براتون درست کنم که اسمش هست نونخامه‌ای، که هممون عاشقش هستیم. یک و نیم پیمانه آب جوش رو داخل این قابلمه میریزم رو حرارت خیلی بالا. صد گرم کره رو اضافه میکنم. یه مقدار خیلی کم، من تقریبا 1/6 قاشق چای خوری نمک رو اضافه می کنم. همین که کره آب شد، بلا فاصله حرارت گاز رو متوسطش می کنم. 1 پیمانه آرد و علک کردم، اونو بهش اضافه می کنم و تون تون همش می زنم. مهمترین قسمت نونخامه ای همین داغ زدنش هست. اگر که این روش رو به خوبی انجام بدیم، یه نونخامه پوکو خیلی خوب داریم. 7-8 دقیقه در کل طول میکشه تا اینکه آب به جوش بیاد و آردمون رو مخلوط کنیم، خوب به هم بزنیم. اگر که آبتون جوش باشه 4-5 دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. خب دیگه کافی هستش. از رو حرارت برش میدارم، میذارم یه مقداری خنک بشه. یه مقداری از حرارت افتاده خنک شده، اما ظرفشو عوض میکنم که خنک تر بشه. خب یه مقداری، من تقریبا 1 دقیقه با همزن همش میزنم، با دور کم همزن که یه مقدار خنک بشه. پنج تا دونه تخم مرغ دارم که 1 ساعت قبل از یخچال آوردم بیرون، گذاشتم یه مقداری گرم بشه. اینا رو دونه دونه اضافه میکنم و هم میزنم. نوک قاشق چایخوری وانیل شکری رو بهش اضافه میکنم که بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه، و به همون اندازه بیکینگ پودر رو اضافه میکنم که مقداری پفکی تر بشه نونخامه ایمون. یک دقیقه دیگه میزنم. ببینید یه خمیر کشدار به دست اومد. قیفی که در نظر گرفتم اینه.
ماسوره هم که در نظر گرفتم اینه، شکوفه است. خمیری که آماده کردم میزم داخل این قیر. سینی فرو من از همین مواد، از این خمیر که مونده روی این کفگیر بود، میمالم رو سینی یه مقداری به این شکل. کاغذی که پهن میکنم قشنگ بچسبه و وایسته. به این شکل نوک اینو یه مقدار قیچیش میکنم. اگر که میخواید شکوفه هاتون بزرگتر باشه، خب دستتون رو بیشتر فشار بدید بزرگتر میشه. اگر که میخواید اندازه همینی که من دارم شکوفه میزنم که دیگه هیچ. خب بعد از اینکه شکوفه زدم یه مقداری پودر بند روشون الک میکنم. فرومن مثل همیشه به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. بالا پایین فرو همیشه من روشن میکنم. زمانی که میبرم نخامه ای رو میذارم طبقه وسط فر، درجه فرو میارم رو 150. مدت پخت این نخامه 40 تا 45 دقیقه هستش. بعد از اینکه 40 تا 45 دقیقه گذشت، در فرو به هیچ وجه باز نمی کنم و فرو خاموش می کنم. 5 دقیقه دیگه میذارم همینطوری بمونه، بعد از فر میارم بیرون نخامه ای رو میبرم که بذارم طبقه وسط فر. خب این موادی که من آماده کردم دو تا سینی شد، یه سینیشون نشون ندادم و یه سینیشم دارم به شما نشون میدم که کاملا خنک شده، خشک خشک، یعنی مغز پخت شده دیگه، پفکی پفکی شده. این شیر رو گذاشتم داخل فریزر یه 10 دقیقه یک روبی، یه مقدار یخ زده، یعنی اینطوری یه مقداری خنک شده و یخهای ریز ریزی داخلش داره. تقریبا 200 گرم شیر هستش. یک پاکت 40 گرمی کرم شانتی رو میریزم داخلش. 4-5 دقیقه با دور تند همزن همش میزنم. حدوداً 300 میلی لیتر شیر بود که 20 دقیقه گذاشته بودم داخل فریزر، کاملا خنک شدش. بعدش ریختم داخل این قابلمه و یک پاکت کرم شانتی 40 گرمی رو بهش اضافه کردم و 5 دقیقه همش دادم و الان یک بسته 200 گرمی از این کرم بهش اضافه میکنم. دو دقیقه اینو هم میزنم. اینو دو جاش میکنم. یه مقداری کمترش رو گذاشتم میذارم داخل فریزر، یه پلاستیک روش میکشم میذارم داخل فریزر.
دو قاشق غذاخوری آرد ذرت ریختم، اضافه کردم به این کرم و یک سره همش میزنم که ته نگیره. یک قاشق چای خوری وانیلو اضافه میکنم. خب دیگه گازو خاموش میکنم، کم کم دیگه از رو حرارت درش میدارم، میذارم خنک بشه. دو قاشق غذاخوری پودر قندو بهش اضافه میکنم. هنوزم خیلی داغه. خب میذارم یه مقداری خنک بشه. خب اینو که گذاشتم داخل یخچال 20 دقیقه موند، اینطوری خودشو گرفت. اضافه میکنم به این موادی که با آرد ذرت مخلوط کرده بودم و پودر شکر. انقدر پر میشه که از این بغلا میزنه میره. یا اینکه این کارو میتونید بکنید با چاقو بازش کنید. بنچ دوستان نازنینم، شیرین خامه‌ای آماده شد. بفرمایید نوش جان. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.